دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید بیش از 24,000 خانواده اهل هرات 6 ماه پس از زلزله ویرانگر همچنان بی خانمان هستند. ابتدا با هم گزارش همکارم را ببینیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اظهار داشت که پس از گذشت 6 ماه از زلزله مرگبار هرات هنوز بیش از 24,000 خانواده سرپناه ندارند. اوچا در شبکه اجتماعی ایکس افزود تلاش‌های بشردوستانه این نهاد در افغانستان برای آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد، اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه وجود دارد. به گفته این نهاد 24,800 خانواده زلزله زده اهل هرات که در چادرها و پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند نیاز به حمایت دارند. اوچا تأکید کرد که این آسیب دیدگان در زمان نیاز به کمک نباید فراموش شوند. پیش از این کمیته صلیب سرخ نیز با تأکید بر نیاز فوری به سرپناه در هرات گفته بود آسیب دیدگان زلزله های هرات به سرپناه امن و گرم نیاز دارند. اما مانع عمده بر سر راه کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات این است که کشورهای جهان به دلیل حاکمیت طالبان تمایلی به ایفای نقش فعال در کمک به آسیب دیدگان را ندارند. از سوی دیگر برخی از فعالان اجتماعی هرات میگویند کمک‌هایی که از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف جهان به زلزله زدگان هرات فرستاده‌اند به اندازه کافی پاسخگوی نیاز آنان نبوده است. فعالان یاد شده علاوه بر آن تأکید دارند که نظارتی بر عملکرد طالبان در رابطه با نحوه توزیع این کمک‌ها وجود نداشته و طالبان نیز در این رابطه پاسخگو نمی‌باشد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر این موضوع با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام‌آباد همراه هستیم. آقای مطهری سلام، وقت شما بخیر. سلام و درود خدمت شما. بزرگ آقای مطهری، به نظر شما چه موانعی بر سر کمک به زلزله زدگان هرات پس از 6 ماه وجود داره؟ خدمت شما عرض شود متاسفانه وضعیت زلزله زدگان هرات در صورت که 6 ماه از حادثه میگذره، اما هنوز مردم با مشکلات مواجه هست. یکی از عوامل اصلی که امروز مردم بدون سرپناه مانده در افغانستان کافی نبودن کمک‌های جهان به افغانستان است. متاسفانه کمک‌های وارد افغانستان میشه، مخصوصاً کمک‌هایی که برای زلزله‌زدگان هرات تخصص پیدا کرد، این کمک‌ها کفایت نمی‌کنه. و از طرف دیگر متاسفانه کمک‌هایی که برای مردم هرات در نظر گرفته شده، این کمک‌ها توسط حکومت محلی طالبان در هرات چپاول و غارت میشه. طالبان کمک‌هایی که به خاطر مردم آسیب‌دیده هرات در نظر گرفته شده، این کمک‌ها را در حکومت داریشان مصرف می‌کنه، این کمک‌ها را به نیروهای نظامیشان می‌ده، این کمک‌ها را به عنوان معاش به سربازایشان می‌دهد. یکی از موضوعات است و یکی از مشکلات است که کمک‌ها به مردم نمی‌رسه. و موضوع بعدی تقسیم ناعادلانه کمک‌ها است. وقتی کمک‌ها وارد افغانستان میشه و در هرات میرسه، متاسفانه مؤسساتی که کمک‌ها را برای آسیب دیدگان میرسانه متاسفانه پیگیری جدی نمی‌کنه که آیا کی مستحق است، کی بیشتر صدمه دیده، خانه کی بیشتر خراب شده. یعنی مؤسسات هم در این زمینه مقصر است با حکومت محلی طالبان که کمک‌هایی که برای مردم آسیب دیده در نظر گرفته شده، این کمک‌ها را به صورت قومی، به صورت قبیلوی، به صورت واسطه بین افراد نزدیک خود تقسیم می‌کنه که هنوز مردم آسیب دیده هرات بدون خانه مانده. جناب بهنام صاحب، بله، دولت طالبان را تا چه حد مانع ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه می‌دونید؟ به شرایط کنونی مشکل اساسی و اصلی مردم افغانستان حضور طالبان در افغانستان است. اگر طالب در افغانستان نبود که مردم افغانستان با
فقر و بیکاری و بدبختی و مشکلات های روزمره که در افغانستان جریان داره دست پنجه نرم نمیکرد. امروز هم یکی از مشکلات اساسی که در افغانستان وجود داره حضور طالبان در افغانستان است. کمک های جهانی که وارد افغانستان میشه، خب قبلا عرض کردم اول طالبا اینا رو بین افراد خود تقسیم میکنه و از این گذشته اکثر کشورهای جهان اکثر کشورهای جهان طالبا رو به عنوان گروه توریستی میشناسه. طبعا اونا به افغانستان سفر نمیکنه، به افغانستان کمک نمیکنه یا کمک کننده های خارجی به افغانستان نمیایه، به خاطر که از جانش خطر داره، از حضور گروه های توریستی هراس داره. جدا از طالب داعش است، دیگه گروه های توریستی امروز در افغانستان وجود داره، حملاتش در افغانستان و دیگه جای انجام میدهد. طالبا مانع اصلی کمک ها در افغانستان است که متاسفانه امروز مردم با این مشکلات روبرو است. و از طرف دیگر خدمت شما عرض شود که گفتم مؤسساتی که امروز در افغانستان فعالیت داره و به نمایندگی از دفتر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که امدادرسان در افغانستان است، این سازمان ها یا این مؤسسات با حکومت محلی طالبا هم دستی داره، با هم دیگر روابط خوب داره، کمکایی که اگر به طالبا بده طالبان به نیرویش پخش میکنه، اگر با مؤسسات بده مؤسسات هم زیر نظر حکومت محلی طالبا است، پس هم کمک ها به طالبا متعلق میشه و به مردم آسیب دیدن نمیرسه. بله آقای مطهری، نقش فعالان اجتماعی و رسانه افغانستان در داخل و خارج کشور را در آگاهی بخشی برای افزایش کمک های بشر دوستانه چگونه ارزیابی میکنید؟ خدمت شما عرض شود فرهنگیان مردم افغانستان، فعالای رسانه‌ایش و حتی گفتم میتونم هنرمندای افغانستان تلاششان در این زمینه کردن، کمک های را از اروپا جمع کردن، کمک های را در داخل افغانستان جمع کردن که برای زلزلگان هرات برسانه. متاسفانه کمک ها کفایت نمی کنن. ما و شما گزارش روزا را می بینیم 24 هزار خانواده در افغانستان در هرات امروز سرپناه نداره. این 24 هزار خانواده را نمی تونه که فعالین رسانه‌ای یا هنرمندا به اینا کمک بکنن. یک کمک بسیار هنگفت می خواهی، یک کمک جهانی بسیار کلان می خواهی که به این مردم رسیدگی بکنه. و از طرف دیگر فعالین رسانه‌ای، فعالین فرهنگی، هنرمندای افغانستان تلاششان کرده، اما متاسفانه کمکایی را که مردم افغانستان به هنرمندا تحویل دادند، کمکایی را که مردم افغانستان به فعالین رسانه‌ای و فعالین فرهنگی تحویل دادند، متاسفانه این کمکام توسط بعضی از اشخاص در افغانستان چپاول گردیده. ما تنها وارد شدن کمک‌های جهانی یا کمک‌های مردمی به افغانستان توسط طالبان نمی‌بینیم، بلکه کمک‌ها توسط نهادهایی که به افغانستان وجود داره، حتی نهادهای کمک‌ها را چور کرده، چپاول کرده، کمک‌ها را به مردم آسیب دیده نرسانده. امروز هم خواست ما بار دیگه از جهان، از دفتر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که در امور افغانستان کار میکنه، در بر مردم افغانستان همکاری داره، کمک میرسانه، خواست ما است که در از زمستان پیش رو مردم هرات فراموش نکن. حالا فصل بهار است، شاید هوا گرم است، مردم نیاز به سرپناه داره، در صد گرمی است، اما اگر فصل زمستان فرا برسه هوا سرد میشه، مردم نمیتونه که بدون سرپناه در هرات زندگی بکنه. خاص ما است که کمکایش به افغانستان افزایش بده و از طرف دیگر مردم افغانستان مخصوصا فعالین فرهنگی و رسانه ای پروسه تلاششان بیشتر بکنه، دادخواهیشان بیشتر بکنه تا جهان به مردم آسیب دیده هرات توجه بکنه. تشکر. بله تشکر از همراهیتون. مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد همراه ما بودند.